نیست نه اتفاق بده. ازن تموم بشین معیار بعده. خب اینا سه تا معیار، معیار چهارم ما میاد یک جنبه دیگه ای رو در نظر میگیره. از یه جهت دیگه ای به قضیه نگاه میکنه. مینیمکس ریگرت، این معیار ما میاد یه جور دیگه نگاه میکنه به قضیه. میاد منفی از جهت برعکس نگاه میکنه به قضیه، که اگر نشه چی میشه. ببینیم ما باید یک مقداری به قضیه یوتیلیتی وارد بشیم. ببینیم خوب دقت بکنیم، اگر ما یه اسکناس 1000 تومانی پیدا بکنیم خوشحال میشیم، درسته؟ درسته؟ نه خوشحال نمیشیم؟ بله؟ حقوقمون رو 100,000 تومان اضافه کنن این که مکمکچون نیستی دارم. هر چیزی، یک کسی بیاد به شما بگه آیه منتون بفرمان، خوشحال بشون. وقتی که آدم 1000 تومان پس گیرش میاد خوشحال بشون، درسته؟ چقدر خوشحال بشون. باز کلیگویی کردیم به اندازه همون 1000 تومان معلومه. باز بیایم عددی بکنیم. فرض بکنیم این آقای مهندس که میگه به اندازه همون 1000 تومن، این آقای مهندس فرض کنیم که 4 واحد هم بذاریم، مثلا کیلوگرم الکی. آقای مهندس وقتی که 1000 تومن گیرش میاد 4 کیلوگرم خوشحال میشه. آیا این آقای مهندس هم الزاماً 4 کیلوگرم خوشحال میشه؟ پس افراد مختلف در شرایط مختلف ممکنه فرق بکنه. یه چیز دیگه بگیم، یه نفر، این آقای مهندس ما، نگاه نکنیم فرق نمون کدومه. یه نفر فقط ما، این آقای مهندس ما یه سال پیش 1000 تومان گیرش اومد، یه مقداری خوشحال شد، 7 کیلوگرم خوشحال شد. امروز هم خارج از مسئله ارزش زمانی پول فراموش کنیم، امروز هم 1000 تومان گیرش میاد، آیا الزاماً بازم 7 کیلوگرم خوشحال میشه؟ پس فرق میکنه بین افراد مختلف مقداری که یوتیلیتی داره، یعنی قابلیت مطلوبیت داره. مطلوبیت برای افراد مختلف وقتی چیزی به دست میارن فهم کنم. حالا یه نگرش دارم اینجا. شما گفتیم که یک نفر آدمی، آقای مهندس، یک نفر آدم همین امروز شرایط همه مساوی، 1000 تومان وقتی که گیرش میاد به اندازه 4 کیلوگرم خوشحال میشه. پس 1000 تومان وقتی که پیدا کرد 4 کیلوگرم خوشحال میشه. آیا الزامی هست که اگر 1000 تومان گم کرد 4 کیلوگرم ناراحت بشه؟ آیا الزاماً برابرن اینا با هم دیگه؟ نه. بعضی آدم ها وقتی که پول پیدا میکنن با مقدار پولی که از دست میدن یه اندازه ناراحت میشن و خوشحال میشن. بعضی آدم ها وقتی که پول پیدا میکنن خیلی خوشحال میشن، وقتی که گم میکنن همونقدر کمتر ناراحت میشن. بعضی آدم ها برعکس، وقتی پول پیدا میکنن یه مقدار خوشحال میشن، ولی وقتی که ناراحت از دست میدن خیلی ناراحت میشن. ببینیم
اون کسی که قمار بازی میکنه چه فرضی گذاشته؟ اون آدم هم مثل ما حساب کتاب میکنه، منفی در میاره، ولی فرقش چیه؟ معیار داره. این آدم وقتی که 1000 تومن میبره یه عالمه خوشحال میشه، ولی وقتی که 1000 تومن میبازه یه کمی ناراحت میشه. بنابراین جمع که میکنه مثبت در میاره، برای اون مثبت در میاره. برای یه آدمی که مثلا یک بازیکن، فرض کنیم بازیکن تنیس جهانیه، در ساعت اول دوم جهانه، این آدم وقتی که میبره یه مقدار خوشحال میشه، ولی وقتی که میبازه خیلی بیشتر ناراحت میشه. برای اینه که بیشتر زور میزنه که بیشتر برنده میشه. پس معیار مسئله مهمیه. حالا این موضوع ما مینیمکس ریگرت میاد از جهت برعکس به قضیه نگاه میکنه، میگه که اگر که ما یک چیزی که قراره به دست بیاریم به دست نیاوردیم چقدر ناراحت میشیم. بیان این ریگرت یا ناراحت شدن رو به حد اقل برسونیم، به جایی که سود رو به حد اکثر نگاه کنیم زیان رو حد اقلش رو نگاه کنیم. میگه اینطوری، میگه اگر که ما S1 رو انتخاب بکنیم و فور اتفاق بیفته، ما با خودمون خواهیم گفت که ای کاش S3 رو انتخاب میکردیم. درسته؟ که اگر S3 رو انتخاب میکردیم 170 تومن سود میکردیم، نه 130 تومن. یه مقدار ریگرت داریم، یه مقدار غصه میخوریم. چقدر غصه میخوریم؟ به اندازه چند تومن؟ 40 تومن. پس ریگرت ما در اینجا 40. اگر S2 رو انتخاب بکنیم و فول اتفاق بیفته، ما به اندازه 20 تومن قصه خواهیم خورد یا ریگرت خواهیم برد و اینجا 0. اگر S1 رو انتخاب بکنیم و رایز اتفاق بیفته، ما هیچ ریگرتی نخواهیم داشت، یعنی هیچ قصه ای نمی کنیم، چون بهترین تصمیم رو گرفتیم. در اینجا به اندازه 10 تومن و در اینجا به اندازه 40 تومن. پس جمع اینا رو اگه بگیم مکسیموم ریگرت، جمع اینها میشه 40, 30 و 40. اونی که از همه ریگرتش، اون تصمیمی که مجموع ریگرتاش در شرایط مختلفی که ممکنه اتفاق بیفته از همه کمتره، اون بهتره. پس در اینجا میشه S2. خب تمام این معیارهای ما همش منطق داره، همش هم شرایطی هست که ما به کار ببریم. یه چیز کم داره همش که احتمال وقوع همه این اتفاقاتی که در آینده میخواد بیفته رو به اندازه هم فرض میکنه. پس بیایم ما یک معیار دیگه انتخاب بکنیم، یه معیار دیگه هم تعریف بکنیم که احتمالات رو هم در نظر بگیره. فرض کنیم که انتخاب کردیم و به ما این احتمالات رو هم دادن. گفتن که احتمال فول 14 و احتمال رایز 6. ما یک معیار دیگه تعریف میکنیم